گسترش حمایت جهانی از شعر پنجشیر. با نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یک دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گزارشنامه افغانستان می نویسد: گسترش حمایت جهانی از شعر پنجشیر. گزارشنامه افغانستان با صفحه فیسبوک سینان نیکندش نقل کرده است. من به عنوان یک ایرانی میگم که تمام مردم ایران هوادار شدید احمد مسعود عزیز هستند و افغان و ایران گفتن اصلا اشتباه. ما هم از یک ریشه بودیم و هستیم. اینکه سرزمین آریانا از ایران جدا شد به خاطر کثافتکاری های همونایی که الان دارن از طالبان نجس حمایت میکنن، پس اختلاف بین ایرانی و افغان نیست. احمد مسعود عزیز دل هر ایرانیه و مردم افغان همیشه محترم بوده و هستند. من گول جغرافیا سازی گلوبالیست ها رو نمیخورم و هیچ وقت افغانستان را از ایران جدا شدن نمیبینم. با تمام وجودم برای احمد مسعود این شعر پنجشیر و یاران بزرگش آرزوی سلامتی و پیروزی دارم و آرزو میکنم ما مردم این خطر نابود شده جغرافیا بعد از نجاست زادگان غرب و شرق به اون درجه از آگاهی برسیم که بتونیم با اتحاد هم ایران بزرگ را دوباره بسازیم و دیگر نذاریم دست اجانب به خاک کشورمون به خون جوانا و مردممون برسد. زنده باد ایران، زنده باد آریانا، زنده باد احمد مسعود شعر پنجشیر. و این در حال است که نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد میگوید که در تشکیل دولت آینده باید همه اقوام و مذاهب سهیم باشند. مجید تخت روانچی نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد میگوید که در تشکیل دولت آینده باید تمامی اقوام و مذاهب سهیم باشند. تخت روانچی روز پنجشنبه 18 سنباله در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که افغانستان در حال عبور از یک مقطع بحرانی است. با گفته او صدها هزار نفر از کشور گریختند و نزدیک به 600 هزار نفر دیگر در داخل آواره شدند. نماینده دامی ایران تاکید کرد که در حال حاضر مواد غذایی ضروری در افغانستان رو به اتمام است و 18.4 میلیون نفر به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. او این وضعیت را ناشی از مداخله مستقیم و خروج غیر مسئولانه آمریکا در افغانستان دانست و گفت آنها زمانی که وارد افغانستان شدند برای افغانها مصیبت به وجود آوردند و هنگامی که آنجا را ترک کردند برای افغانها فاجعه به جای گذاشتند. با این حال وای تاکید کرد که اکنون میلیون ها نفر در افغانستان نیاز به کمک دارند. نماینده دائمی ایران در سازمان ملل افزود که کشورش آماده است تا روند انتقال کمک های بشر دوستانه به افغانستان را از طریق بنادر، میدان هوایی، راه‌های آهن و گذرگاه‌های مرزی تسهیل کند. او از جامعه بین المللی خواست که مردم افغانستان را برای رسیدن به صلح پایدار، ثبات و رفاه کمک کنند. از همین رو تخت روانچی تصریح کرد که برای رسیدن به این هدف کشورهای همسایه افغانستان باید این کشور را حمایت کنند. وی خاطر نشان کرد که ایران همه تلاشش را برای کمک به تمام گروه‌های افغان برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافاتشان به خرج می دهد. از سوی دیگر نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد از حملات طالبان بر پنجشیر انتقاد کرد و گفت حمله غیر قابل توجیه اخیر و برادرکشی قابل محکومیت در پنجشیر در تضاد با موضع متحد جامعه جهانی است که بر اساس آن هر دولتی که با زور در افغانستان به قدرت برسد به رسمیت شناخته نخواهد شد. تخت روانچی تاکید کرد که ایران مجدداً از همه رهبران مذهبی، زبانی، قومی و سیاسی افغانستان میخواهد تا منافع همه مردم افغانستان را بر منافع بخش خاصی از جامعه ترجیح دهند، چون افغانستان متعلق به همه افغان ها است. و افزود که ایران انتظار دارد طالبان به تعهداتشان در این زمینه عمل کنند. با گفته او دولت که همه شمول باشد از حمایت ایران برخوردار خواهد بود. نماینده ایران در ملل متحد تاکید کرد که راه ثبات، صلح با دوام و توسعه پایدار در افغانستان عملا از مذاکرات میان افغانی و با مشارکت فعال و برابر نمایندگان واقعی تمام گروه های قومی،
زبانی و مذهبی می گذرد. او خاطر نشان کرد که حکومت آینده باید حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق اقلیت‌های مذهبی را بر اساس آموزه‌ها و اصول اصیل اسلامی تضمین و حمایت کند. از جانب هم نماینده ایران از ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت که نباید تحت هیچ شرایط از خاک این کشور برای تهدید و حمله بر کشورهای دیگر استفاده نشود. در این حال وزیر دفاع آمریکا میگوید ممکن است القاعده در افغانستان تجدید حیات کند. وزیر دفاع آمریکا گفته است که با خروج آمریکا و دستیابی طالبان به قدرت در افغانستان ممکن است گروه القاعده دوباره در این کشور به فعالیت آغاز کند. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا روز پنج شنبه 18 سنبله در پایان سفر 4 روزه اش به کشورهای خلیج از کویت دیدار کرد. او در این دیدار به خبرنگاران گفت که ممکن است القاعده در افغانستان فعالیت‌هایش را از سر بگیرد و آمریکا برای جلوگیری از بازگشت القاعده به افغانستان که تهدید برای آمریکا به حساب می‌آید آمادگی دارد. وزیر دفاع آمریکا افزوده است تمام کشورهای جهان مراقبند تا ببینند که چه اتفاقی می‌افتد و یا القاعده توانایی تجدید حیات در افغانستان را دارد یا خیر. آستین به خبرنگاران در کویت گفته است که القاعده و گروه‌های دیگر به دنبال فضای برای رشد و تجدید قوا هستند، چه در افغانستان باشد یا هم در سومالیا و یا جای دیگر. این مقام آمریکایی افزوده است ما طالبان را متوجه این موضوع کردیم و انتظار داریم آنها اجازه چنین اتفاقی را ندهند. از سوی هم وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که اگر القاعده زیر حاکمیت طالبان دوباره جان بگیرد، ایالات متحده آمریکا برای رفع تهدید علیه خود اجازه دارد تا مبارزه علیه این گروه را روی دست بگیرد. این در حال است که وزیر دفاع آمریکا افزوده که تمام کشورهای جهان مراقبند تا ببینند که چه اتفاقی می‌افتد و آیا القاعده توانایی تجدید حیات در افغانستان را دارد یا خیر. آستین به خبرنگاران در کویت گفت که القاعده و گروه های دیگر و دنبال فضا برای رشد و تجدید قوا هستند. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.